روزنامه شرق در گزارشی میدانی نوشت بعضی مدارس در مناطق روستایی و محروم و حتی در پایتخت شش ماه را بدون معلم گذراندند سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه به نوشته شرق شماری از کلاس های درس با حضور معلم های غیر تخصصی یا در برخی موارد با حضور والدین دانش آموزان برگزار شدند. و با گذشت شش ماه از آغاز سال تحصیلی همچنان خبری از بهبود اوضاع نیست. هرچند محرومیت روستاهای دورافتاده و مناطق محروم از نعمت کلاس درس و معلم تازگی ندارند و کودکان شیفته دانش این مناطق مجبورند در کپر و کانکس هایی که نام مدرسه را یدک میکشند درس آموزی کنند اما حالا همین کپرها و کانکس ها هم از معلم توهی شدند. با این اوضاع چه سرنوشتی در انتظار نسلی است که علاوه بر محرومیت اقتصادی از امکان آموزش هم بی بهره مانده است شنونده گفتگوی دیدگاه با سعید پیوندی جامعه شناس از فرانسه باشید آقای پیوندی شش ماه از سال تحصیلی گذشته خبر میدن بعضی مدارس و کلاس ها در روستاها و مناطق هاشیهی و محروم همچنان معلم ندارن. این اتفاق اگر در مناطق شهری میافتاد آیا دولت میتونست اون رو شش ماه از چشم جامعه پنهان کنه من فکر میکنم که به اعتمال زیاد دولت نمیتوانست اگر چنین اتفاقی در شهرهای بزرگ به وقوع پیوسته بود به همین راحتی در واقع از کنارش بگذره به جهت اینکه خانواده ها و رسانه ها بسیار حساس سر هستند و متاسفانه در مناطق محروم هم امکانات آموزشی بسیار کمتر هست و همین که خانواده ها به خاطر محرومیت ها و مشکلات مختلفی که دارن خیلی کمتر دخالت میکنن در امور آموزشی یا اینکه مطالباتشون رو مطرح میکنن در ارتباط با آموزش و دولت هم در واقع از این سکوت یا از این فاصله ای که خانواده ها یا خود دانش آموزه دارن با مدرسه سوء استفاده میکنه و اگر قرار کمبودی وجود داشته باشه معلمی نباشه ترجمه که این احتمالا در مناطق محروم باشه تا اینکه در مراکز استانها یا شهرهایی که در معرض دید جامعه بیشتر هست و در معرض دید رسانه ها انباشت نیروهای محروم از تحصیل در مناطقی که به طور عادی هم از شغل و کار محرومند مثل روستاها و حاشیه شهرها چه پیامدهایی برای جامعه داره آقای پیوندی چه افقی پیش روی این افراد و نسلیه که از تحصیل باز موندن در حالی که همسن و سالهاشون در مناطق شهری از امکان تحصیل برخوردار بودن در واقع ما میتونیم جامعه را با همه مشکلاتش که میتونه شامل همه بشه ولی این به طور نسبی در مورد این یا اون گروه این یا اون منطقه فرق بکنه تقسیم بکنیم به مرکز و حاشیه در حقیقت یا پیرامون در مرکز در واقع امکانات وجود داره در مرکز جامعه وقتی میگم از نظر نمادین جایی است که امکانات وجود داره و خانواده ها برای مثال خیلی راحتتر میتونن به مدارسی که معلم دارن دسترسی پیدا بکنن به مدارس غیر انتفاعی برن یا امکاناتی دارن که میتونن حتی اگر سر کلاس هم گاه معلم نباشه به بچه هاشون کمک بکنن برای اینکه درس عقب نمونن در حاشیه در محیط پیرامون یعنی اون جایی که محرومیت ها هم باشته شده نه تنها در واقع امکانات کمتره بلکه اون در واقع حضور اجتماعی که باید مطالبه بکنم کمتره و نتیجه این وضعیت این میشه که ما با یه نوع در حقیقت باز تولید نابرابری ها و یا حتی تشدید نابرابری های کنونی روبرو خواهیم شد یعنی مناطقی که نمیتونن در حقیقت امکانات آموزشی مناسب و نه برابری فرصت رو تأمین بکنن و در نتیجه بچه هایی که از خانواده های محروم میان که اماکان خودشون در آینده خانواده محروم درست خواهند کرد و بخشیت محرومان جامعه خواهند بود و بخت خیلی کمی دارن که بتونن از این سرنوشت تلخ و از این وضعیت خودشون رو نجات بدن چون بالاخره آموزش یکی از اون اصلی ترین نهادهایی در جامعه است که میتونه به افراد کمک بکنه که وضعیت خودشون رو نسبت به اونچه که زندگی در واقع زندگی پدر مادراشون بوده بهتر بکنن از طریق دسترسی با آموزش. به آموزش رفتن به مدارج بالاتر آموزشی و دسترسی به مشاغلی که نیاز به تخصص داره و وقتی این اتفاق نیفته این به معنی اینه که اون چرخه باطل بازتولید نابرابری و محرومیت کماکان به کارش ادامه میده و در جامعه فرصتهای برابر در اختیار همه قرار نمیگیره و کسانی محروم بودن محروم هستند و محروم خواهند بود و کسان دیگه ای که امکانات بیشتری دارند وقت را خواهند داشت که اعتمالا وضعیتشون را بهبود ببخشن در حکومت های ایدئولوژیک و اقتدارگرا محرومیت و بیسوادی به نفع حاکمیت تموم میشه در نهایت آقای پیوندی یا به سود حاکمیت؟ بستگی داره که ما در حقیقت چجوری به مسئله رابطه جامعه و حاکمیت نگاه بکنیم اگر ما به آخرین پیمایشی که در ایران انجام شد و نتایجش هم در خود ایران منتشر نشد ممنوع شد و بیشتر در رسانه‌های خارج از کشور بهش توجه شد و یعنی درس کرد به بیرون از کشور برگردیم میبینیم که در حقیقت یه رابطه ای وجود داره بین مناطق محروم یا افراد محروم و نوع حمایتی که از دولت میشه یعنی هرچه افراد تحصیل کرده تر باشن از امکانات برخورداری باشن به همون نسبت بیشتر مطالبه گرن و بیشتر انتقادی هستن نسبت به اتفاقاتی که در جامعه میفته و برعکسش در مورد افراد کم یا محرومتر یا در مناطق محروم کسانی که در مناطق محروم زندگی میکنن دیده میشه به این ترتیب سوال شما از این نظر میشه گفتش که به یه نکته دقیقی توجه میکنه علی همزمان مسئله یک جامعه فقط رابطه بین حاکمیت و افراد نیست بلکه خود جامعه هم در واقع یک موضوع خیلی اساسی و مرکزیه یعنی فراتر از حاکمیت اینه که در جامعه چی میگذره و ما چه امکاناتی میتونیم در اختیار جامعه بذاریم و نیرو انسانی که در جامعه وجود داره دارای چه کیفیت و چه سطحیه چه آموزش و مهارت هایی داره چگونه میتونه به اقتصاد کمک کنه یا در مسائل اجتماعی مشارکت بکنه اینا مسائل اجتماعی عمومیه که ممکنه که در کوتاه مدت برای حاکمیت مهم نباشه یا بهشون بی توجه باشه ولی جامعه ایران و خود حاکمیت در بلند مدت میتونن بازنده در حقیقت به وجود آوردن چنین شرایطی باشن برای اینکه جامعه ای که درش محرومیت ها فقر و در واقع عدم دسترسی به امکانات هم باشته بشه در این این جامعه میتونه در واقع در آینده خودش منتظر هر اتفاقی از جمله انفجارهای کاملا غیر منتظره باشه و اتفاقاتی که هیچکس قادر به پیش نیست. پیرو صحبتتون این سوال پیش میاد آقای پیوندی که توسعه کشور اساسا چه اندازه وابسته به افزایش سواد و آگاهی روستایان و مناطق دورافتاده یک جامعه است؟ اگه این سوالو مثلا 60 سال یا 70 سال پیش مطرح میکردید، من میگفتم که خب تا حدودی ولی امروز میتونم با اطمینان بگم که در دنیایی که در حقیقت دانش و تخصص حرف اول در همه حوزه ها میزنه در همه حوزه اقتصادی میزنه نداشتن تخصص و دانش یا ضعف در واقع تخصصی نیروی انسانی میتونه یک ضربه مهلکی بر مسئله توسعه باشه یعنی توسعه امروز در دنیا فقط با تخصص و با دانش پیوند خورده حتی در رشته هایی که سنتان بسیار بسیار کم نیاز داشتن به دانش مثلا مثل کشاب... در بخش کشاورزی یا در بخشی از خ... مثلا خدمات مثل خرید و فروش و چیزهای مثل این همه اینا که در گذشته احتیاج به تخصص های کمی داشتن و همه میتونستن با یک سواد خیلی کمی برن به طرف این مشاغل امروز تبدیل شدن به مشاغلی که باید چیزهای خیلی زیاد تخصصی دونست برای اینکه به صورت در واقع مطلوب کار کرد تولید کرد به محیط احترام گذاشت بازدهی تولید را بالا برد و همینطور تونست در واقع خودش را سازگار کرد با تمام تحولات تکنولوژی که داره اتفاق میفته بنابراین کشوری که به نیرو انسانیش توجه نکنه کشوری که در نظام آموزشیش به کافی سرمایه گذاری نکنه کشوری که دارای گروه های پرشمار کم سواد یا بی سواد باشه میشه گفت این کشور همه آینده خودش رو در واقع در معرض خطر قرار داده و ایران به نظر من با توجه شرایطی که داره یکی از کشورهایی که شاید خیلی از در مقایسه با کشورهای دیگه منطقه به خصوص اونایی که پیشرفت دارن میکنن در وضعیت چندان مطلوبی نیست در آخر میخوام از شما این سوالو بکنم آقای پیوندی که شما فکر میکنید این بیتوجهی آشکار به زندگی و سرنوشت کودکان و نوجوانان روستایی و حاشیه نشین نهایتا آیا ناشی از یک تصمیم آمدانه و امر سیاسیه یا در مشکلات اقتصادی امروز ایران ریشه داره؟ خب پاسخ به این پرسش آسون نیست چون ما باید در حقیقت دسترسی به داده های داشته باشیم که خیلی آسون نیستن ولی از همه در واقع شواهد و نشانه ها میتونیم نتیجه بگیریم که حتی اگر مسئولین چنین قصدی را ندارن و نمیخوان در حقیقت محرومان محروم بمونن یا براشون اصلا اهمیتی نداره که این شکافهای بزرگ بین مناطق محروم گروه های محروم و بقیه جامعه وجود داره ولی همزمان هیچ تلاش خاصی هم برای کاهش این شکافهای طبقاتی و محرومیت ها نمیکنن و از این نقطه نظر میشه گفتش که دست کم میشه مسئولین رو به پای میز محاکمه کشید و با توجه به اینی که خیلی از شعارها رو مطرح میکنن یا در قوانین ما خیلی از در واقع مواردی وجود داره که تصمیم گیرندگان و صاحبان قدرت ناچارن در واقع از اونا پیروی بکنن و امکانات و فرصت های برابر رو برای مثال بر همه به وجود بیارن چه این امری اتفاق نمیفته و از این نظر نظر یعنی حقوقی و در واقع سیاسی هم مسئولین در واقع میشه گفتش که خطاکار هستن قانون شکن هستن و اگر در حقیقت در جامعه ما در آینده یک نگاه دیگه ای به این مسئله وجود نداشته باشه میتونیم بگیم که ما در حقیقت در لبه یک پردهای سقوط از نظر اجتماعی اقتصادی و نیروی انسانی قرار خواهیم گرفت بسیار سپاسگزارم از شما سعید پیوندی جامعه شناس از پاریس فرانسه از طرف خودم و علی رزا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.